فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه برای دیدار با ماتئو رنسی نخست وزیر ایتالیا وارد ونیز شد. امضای قرارداد جنجالی احداث راهن برای قطارهای با سرعت بالا میان تورین و لیون، مهاجرت، رابطه با ترکیه و تروریسم از موضوعات مورد بحث میان دو طرف بود. آقای رنسی با ابراز خرسندی از گشوده شدن صفحه جدیدی از روابط میان اتحادیه اروپا و ترکیه گفت: با این حال با صراحت و قدرت میگوییم که آزادی مطبوعات برای فرانسه به عنوان کشور بیانیه حقوق بشر، برای ایتالیا و برای همه زنان و مردانی که به ارزش‌های پایه‌گذار اتحادیه اروپا اعتقاد دارند، یک ارزش فوق‌العاده است. رئیس جمهور فرانسه هم با اشاره و تاکید بر اینکه تصمیم برای مبارزه با تروریسم میبایست در سطح اروپا گرفته شود و این گونه هم هست گفت: اما این تصمیمات باید اجرا شوند. همه کشورها باید در این زمینه تلاش کنند و تمام فایل ها میبایست به هم متصل باشند. رهبران این دو کشور همچنین از تأخیر در تشکیل دولت وحدت ملی در لیبی ابراز نگرانی کردند. نه وزیر از جمله وزرای امور خارجه، محیط زیست و دفاع فرانسه آقای اولاند را در این سفر همراهی می‌کنند.